از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می‌خواهم، خطا خودمون را عذر می‌خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام میکردیم. یک حزب و اون حزب الله، حزب مستضعفین، و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران تا اگر سر جای خودشون ننشینند ما به طور انقلابی با اونها عمل می کنیم. مولای ما امیر المؤمنین سلام الله علیه، اون مرد نمونه عالم، اون انسان به تمام معنا انسان، اون که در عبادت اون طور بود و در زهد و تقوا اون طور و در رحم و مروت اون طور و با مستضعفین اون طور بود، با مستکبرین و با کسانی که توطئه می کنند شمشیر را می کشت و 700 نفر را در یک روز چنانچه نقل می کنند از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند، از دم شمشیر گذران. خدای تبارک و تعالی در موضع عفو و رحمت رحیم است و در موضع انتقام انتقام جو. امام مسلمین هم اینطور بود، در موقع رحمت رحمت و در موقع انتقام انتقام. ما نمی ترسیم از این که در روزنامه های سابق، در روزنامه های خارج از ایران برای ما چیزی بنویسند. ما نمیخواهیم وجاهت در ایران، در اسلام، در خارج کشور پیدا بکنیم. ما میخواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد.